سلام دوستان به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید در این ویدیو میخواهیم بررسی کنیم که آیا مصرف الکل با خطر ابتلا به سرطان پروستاد مرتبط هست یا خیر در واقع این یک سوال بحث برانگیزه که به مدت طولانی در جوامع تحقیقاتی و پزشکی مد نظر بوده بسیاری از مطالعات از مناطق مختلف جغرافیایی و ملتهای مختلف نشان داده که نوشیدن متوسط و سنگین با توسعه سرطان پروستاد ارتباط مثبتی داره با این وجود برخی از مشاهدات تحقیقاتی نمیتوانند وجود چنین ارتباطی را تایید کنند برخی حتی پیشنهاد میکنند که مصرف شراب میتونه از رشد تومور پروستات جلوگیری کنه یا رشد آن را کنتر کنه در این ویدیو ما شواهد موافق و مخالف نقش الکل در توسعه تومور پروستات رو به دقت تجزیه و تحلیل کردیم بسیاری از مطالعات سایر عوامل بالقوه حیاتی از جمله رژیم غذایی ویژه مصرف کم ماهی سبزیجات و اسید لکنوئید و استفاده بیش از حد از چربی و گوشت قرمز سیگار کشیدن سابقه خانوادگی رشد تومور پروستاد فعالیت بدنی کم و عفونت های مراقبتی نقش اساسی در رشد این سرطان داره با این وجود برخی از مشاهدات تحقیقاتی توانند وجود چنین ارتباطی را تایید کنند با این حال بسیاری از مشاهدات اپیدمیولوژیک نشون میده هیچ ارتباطی بین مصرف الکل و تومور پروستات وجود نداره با این حال نتیجه کلی اینه که مصرف زیاد الکل به ویژه نوشیدن زیاد با افزایش خطر ابتلا به تومور پروستات همراهه و این اثر به هیچ نوع نوشیدنی محدود نمیشه مصرف الکل همچنین مستقیما با تاثیرات کشنده تومور پروستات مرتبط می باشند زیرا زیرا ممکنه رشد تومورهای پروستات رو تسریع بکنه و زمان پیشرفت تومور پروستات متاستاتیک رو به میزان قابل توجهی سریعتر بکنه بنابراین محققان توصیه میکنند برای بیمارانی که مبتلا به تومور پروستات تشخیص داده شدهاند الکل رو فورا ترک کنند محققان در مورد ویژگی های متابولیسم الکل در بافت پروستات و تاثیر مخرب متابولیک های اتانول بر درون سلولی بحث میکنند علاوه بر این تاثیر مصرف الکل رو بر سطح آنتیژن اختصاصی پروستات و خطر هیپرپلایزی خوشخیم پروستات بررسی شد و در نهایت نقش میکانیس های شناخته شده تداخل کننده الکل در سرتون زدایی پروستاد و عوارض جانبی احتمالی الکل در طول درمان هورمون آندروژن برجسته شدند. بنابراین پژوهشگران معتقدند و توصیه میکنند بی برای بیمارانی که مبتلا به پروستات هستند باید الکل رو فورا ترک کنند با وجود اینکه شراب قرمز حاوی آنتاکسیت های پلوفنیل و در مطالعات حیوانی از رشد سرطان پروستات جلوگیری کرده اما پژوهشگران تاثیر مصرف شراب قرمز رو بر کاهش خطر پروستات و با استفاده از داده های جمع وری شده در یک مطالعه بهداشتی در مردانی که در کالیفرنیا زندگی می انجام دادند در یک تحقیق گروهی از چند نژاد مختلف متشکل از 84170 مرد بین سنین 45 تا 69 سال که جزی از برنامه های پروژه سلامت و بهداشت زیر نظر بیمارستان کایزر پرمننت در جنوب و شمال کالیفرنیا بودند انجام شد. در این تحقیقات اطلاعات مربوط به عوامل دموگرافیک و شیوه زندگی با استفاده از پرسشنامه هایی که بین سالهای 2002 تا 2003 سه برای آنها ارسال شد جمع وری شدند. معقان تخمین اثر شراب قرمز بر خطر سرطان پروستات رو بررسی کردند در مجموع 1340 مورد سرطان پروستات که از سرطان مربوط به نظارت و نتیجه نهایی شناسایی آنالیز گنجانده شدند و در پایان پژوهشگران ارتباط واضعی بین مصرف شراب قرمز و خطر ابتلا به سرطان پروستات پیدا نکردند همینطور دانشمندان میزان متعادل مصرف شراب که حدود یک تا دو گیلاس در هفته و مصرف بیشتر از حد آن که حدودا مصرف یک گیلاس الکل در روز میباشد باشد رو بررسی کردند. در انتها هیچ علائم معنیداری مشاهده نشد اما محققان ارتباط مصرف شراب قرمز و اطلاعات به دست آمده را آنالیز کردند و متوجه شدند در افراد با سابقه و بدون سابقه قربالگری سطح آنتیژن در آنها انجام شده بود هیچ ارتباطی با سرطان پروستاد و مصرف آبجو شراب سفید مشروبات الکلی یا مشروبات الکلی ترکیبی مشاهده نشد همینطور در یک تحقیقات جدید نشان داده شد با تزریق مستقیم اتانول به قده پروستات از طریق راست روده بیش از یک سوم اندازه این قده کاهش یافت و فشار بر روی مسانه و آلت تناسلی مردان کمتر شد به این ترتیب با کوچک شدن این قده مردان کمتر از سرویس بهداشتی در شب استفاده می کردند. پزشکان معتقدند انجام این تحقیقات خبر خوبی است میلیون ها مرد انگلیس و آمریکایی دارای پروستات بزرگی هستند و هنگام دفع ادرار با مشکلات مواجهند در این تحقیقات که توسط محققان دانشگاه کاراکاس ونزوئلا انجام شده از یک سرنگ با سوزن 25 25 میلیمتری استفاده شد و تاثیر اون در کوچک کردن اندازه پروستات مانند داروهای موجود بود یک قده پروستاد مردی بزرگ و متورم بشود بر روی مسانه فشار میاره و باعث میشه که شخص مذکور طی شب چندین بار به تخلیه ادرار نیاز پیدا بکنه این در حالی است که در این وضعیت مجرای ادرار نیز مسدود میشه و شرایط برای دفع ادرار سختتر میشه آلسان دی رافائل سرپرست این گروه تحقیقاتی متخصص اورولوژی اظهار کرد کاهش اندازه پروستات با استفاده از اتانول بسیار کارآمد بود تزریق اتانول به پروستات جایگزینی گزینی موثر برای روش های فلیس و به جراحی نیاز نداره محققان این روش درمانی را رو روی 60 مرد میان سال آزمایش کردند و 9 بار الکل اتانول خالص رو به پروستاد این افراد تزریق کردند نتیجه این گونه شد که پروستاد این افراد به طور میانگین 35 درصد کوچکتر شد حدودا نیمی از مردان بالای 50 سال انگلیسی که تعداد آنها به 2 میلیون نفر میرسه دارای پروستاد بزرگ هستند و 45 هزار نفر از آنها سالانه برای درمان این مشکل عمل جراحی می شوند در آمریکا نیز تعداد مردانی که دارای پروستاد بزرگ هستند به 14 میلیون میرسد دوستان از شما تشکر میکنیم که در پایان این ویدیو با ما بودید لطفا این ویدیو رو لایک کنید و اون با دیگران به اشتراک بگذارید همینطور خوشحال میشیم که کامنت ها و تجربیات خودتون هم در پایین این ویدیو برای ما بنویسید و فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.